پیام رئیس جمهور افغانستان پس از کاهش هنگفت کمک های ایالات متحده با کشورش. محمد اشرف غنی در این پیام ویدیویی اطمینان می دهد که کاهش 1 میلیارد دلاری کمک های ایالات متحده تأثیر بالای بخش های کلیدی نخواهد داشت. اما همین اکنون برایتان اطمینان داده می توانم که کاهش کمک ایالات متحده امریکا تأثیر مستقیم بالای بخش ها و سکتورهای کلیدی ما نخواهد داشت و تلاش خواهیم کرد هم با روش ریاضتی و هم با جستجوی منابع بدیل این خلا را پر بسازیم. اشرف غنی در این پیام میگوید که دولتش برای حالات غیر مترقبه برنامه دارد و این خلای مالی را از منابع دیگر پر خواهد کرد. و فعال نگه داشتن دستگاه دولت و جمهوریت مهم و حیاتی است. کاهش 1 میلیارد دلاری در کمک های واشنگتن پس از این سفر مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به کابل اعلان شد. پومپیو در کابل با دکتر عبدالله عبدالله نیز صحبت هایی داشت، اما موفق نشد تا دو طرف را به تشکیل حکومتی که هر دو در آن سهم داشته باشند قانع سازد. پایان سفر مایک پومپیو به کابل و نشر این اعلامیه از سوی وزارت خارجه ایالات متحده که در بخش آن آمده است، آمریکا از اینکه دو رهبر در تشکیل یک حکومت ناکام شدند ناامید شده و اینکه روابط بین آمریکا و افغانستان آسیب دیده است. به دلیل اینکه این ناکامی در رهبری تهدید مستقیم را متوجه منافع ملی آمریکا می‌سازد، سر از همین حالا حکومت آمریکا بررسی دوباره همکاری ما با افغانستان را آغاز می‌کند. به حیث بخشی از اقدامات، امروز تنظیم مسئولانه مصارف ما در افغانستان را اعلان کرده و از همین حالا کمک ما با افغانستان را 1 میلیارد دلار امسال کاهش می‌دهیم. آماده هستیم که 1 میلیارد دلار دیگر را در سال 2021 کاهش دهیم. اشرف غنی در پیام امروزش از پیشنهادی که بر رقیبش عبدالله کرده نیز سخن گفت، اما ادعا کرد که آنچه آقای عبدالله تقاضا دارد خارج از چارچوب قانون اساسی است. گوختلم دخپل وعده پاساس دکتر صاحب عبدالله تا دی سول پروسی که اساسی نقش او دی تیم ملگرو تای پا کابینه که رول وردون. اما حقا دی اساسی قانون پر تغییر تنگار کوید. حقا هم په یو شپه کې د ده او زما ترمنځ د تفاهم په اساس، یعنی د داسې جوړښت او تشکیلاتو غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره کامل مغایرت لري. زه له هغه میکانیزم څخه بیرون چې په خپله قانون یې وړاندینې کړې د هیڅ فرد او ډلې په غوښتنه د اساسی قانون د تعدیل صلاحیت نلرم. در باره این که آقای عبدالله دقیقاً چه تقاضایی داشته در این پیام آقای غنی وضاحت داده نشده است. اما خود عبدالله با نشر این اعلامیه روی صفحه فیسبوکش بدون آن که از کاهش 1 میلیارد دلاری کمک های آمریکا با افغانستان یادآوری کند گفته است، سفر مایک پومپیو فرصت را برای حل بحران موجود ایجاد کرد، ولی از این فرصت استفاده درست صورت نگرفت. در این اعلامیه از تقاضای آقای عبدالله و پیشنهاد او در مورد چگونگی تشکیل حکومت نیز چیزی گفته نشده است.